سرخط خبرها. دکتر عبدالله عبدالله خبر بازداشت خود را به دست طالبان رد کرد و همچنان اشخاصی که با امریکایی ها کار کردند از سوی طالبان تهدید به مرگ شدند و همچنان کمک های بشردوستانه امارات به کابل رسید. سلام بیننده های عزیز، سومین محموله کمک های امارات به کابل رسید. رئیس تجاران افغانستان در امارات می گوید که کمک های امارات به افغانستان تا پایین همین ماه ادامه خواهد داشت و این کمک ها شامل مواد خوراکی و ادویه‌جات است. رئیس تجاران افغانستان در امارات می گوید که سومین محموله کمک های امارات به افغانستان که مواد خوراکی است امروز به کابل رسید. این کمک ها که شامل مواد خوراکی هستند به طالبان تسلیم شدند تا برای اشخاص نیازمند سپرده شود. یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان گفت آنها به ما کمک می کنند تا مردم نیازمند از کمک ها مستفید شوند. رئیس تجاران افغانستان در امارات می گوید که به زودترین فرصت با هماهنگی با طالبان ادویه‌جات هم به افغانستان خواهد رسید. حاجی عبدالله رئیس تجاران گفت که آنها با طالبان هماهنگی کردند. به زودی این کمک ها به خانواده های نیازمند می رسند. از سوی هم مسئول میدان هوایی می گوید که مواد خوراکی و البسه و ادویه‌جات به افغانستان کمک شده است و به زودی پروازهای ملکی نیز آغاز می شود و همچنان کمک های ادویه از طرف پاکستان به قندهار رسیده است. دکتر عبدالله عبدالله خبر بازداشت خود را به دست طالبان رد کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان خبر بازداشت خود را از سوی طالبان که خبرنگار هندی نشر کرده بود رد کرد. به گزارش اسپوتنیک، عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی گزارش را که گویا او توسط طالبان بازداشت شده است و به محل نامعلوم انتقال داده شده است رد کرد. آقای عبدالله در یک توییت نوشته است و این خبر را بی اساس و غلط خواند. او از خبرنگاران خواسته است تا پیش از نشر و پخش گزارش ها تحقیق کنند. پیش از این خبرنگار هندی نوشته بود عبدالله عبدالله از سوی طالبان بازداشت و به جای نامعلوم انتقال داده شده است. رسانه ها می گویند افغان هایی که با خارجی ها کار کردند از سوی طالبان تهدید شدند. افغان هایی که در تخلیه شهروندان ایالات متحده آمریکا کمک کردند تهدیدهای از سوی طالبان دریافت کردند. به گزارش اسپوتنیک، واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی گزارش دادند که نیروهای ویژه افغانستان که توسط CIA آموزش دیدند و به آمریکا از کابل در تخلیه کمک کردند تهدیدهای دریافت کردند. یک مقام ارشد آمریکایی به این روزنامه گفت افغانهایی که آموزش دیدند توسط استخبارات سیا به تخلیه حدود 2000 آمریکایی و همچنان 5500 پرسنل سفارت اتباعی کشور سالس و افغانهایی که احتمالاً با تهدیدهای طالبان مواجه بودند و افغانهایی که با آمریکایی ها کمک کردند، به گفته این منبع طالبان اعضای این گروه ها را شناسایی کرده و پیام های تهدیدآمیز به آنها ارسال می کنند.